بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با محمد عمر ایار مسئول خانه احزاب آقای ایار سلام بر شما خوش آمدین در مورد این اظهار نظرهایی که رهبر حزب اسلامی داشتن چی دیدگاه دارید بسم الله الرحمن الرحیم در کل خو افغانستان واقعا به سی چیز عمدتا ضرورت دارد دوستایی که در مطبوعات صحبت میکنند بسیار دقت باشند که صحبت هایشان حداقل کمک کنه برای آرامش کمک کنه برای جلوگیری از نفاق افغانی و کمک کنه برای مبارزه علیه انواع فساد البته صحبت هایی که جناب حکمتیار سیب داشتن اونم مربوط به خودشان هست ولی در افغانستان منصوبین قهرمان قوای مسلح در مقابل تروریزم می جنگن و تروریزم از آن طرف خط مرزای افغانستان حمایت میشه و در اونجا مرکز تربیه و تجهیز داره و البته اگر بیشتر از او بریم که ما و شما از طریق مدبهات شنیدیم که داعش که ایجاد کرد در کجا ایجاد شد چه زمان ایجاد شد گپ بسیاری وجود داره اما اون که در مورد داعش حرس افغانان حمایت کشورها از این گروه گفته میشه این مورد که بارها مورد انتقاد قرار گرفته اما از دید شما حالا گفتین که رسانه ها باید این مورد در نظر بگیرن که چه حرفایی را باید بگوین ی... اما فکر نمیکنین که حالا احزاب و کسانی که اظهار نظرها میکنن در این مورد باید بیشتر متوجه باشن چون کار رسانه ها رساندن اطلاعات دقیق و درست هست پس اینا باید متوجه این موارد باشن اه... یقینا اگر ما بگویم که در قدم اول دوستایی که صحبت میکنن اونا باید با دقت کنن در صحبت های خود توجه کنن که بیشتر از این مردم افغانستان رنگ نتن بیشتر از این نفاق افغانی نکنن بیشتر از این دامن جنگ وسعت نتن اینه به اصطلاح بر ترورست ها حق نتن وقتی که ما صحبت میکنیم که این جنگ قومی هست گویا ما ترورست ها را حق میتیم یا ما ترورست ها دوستای پیدا میشن که ترورست ها را برادر میگن این واقعا اشتباه بزرگ است اینا دیگه هم دامن جنگ وسیع میسازن بنان واقعیت ها را همیش ما دوستایی که صحبت میکنن در نظر بگیرن روی واقعیت صحبت کنن نه که پشت پرده تلویزیون آمد هر چی که دلش خواست بگه در مورد جنگ افغانستان چه فکر میکنین جنگ افغانستان چگونه یک جنگ است جنگ افغانستان ابعاد مختلف داره ابعاد داخلی داره منطقوی داره و فرا منطقوی داره این در کل ای یک چیزی هست که وقت کم است توضیح کنیم و بارها ما توضیح کردیم ولی در مورد ابعاد داخلی اینجا ابعاد داخلی منصوبین قهرمان قوای مسلح در مقابل ترورست های منطقوی فرا منطقوی و با حمایت بیرونی ها هستند اینجا آمدن مردم شجاع افغانستان همه در مقابل از او می جنگن و همه مردم افغانستان این واقعیت می فهمند که اینجا جنگ قومی نیست در قوای مسلح ما ازبک هم است تاجک هم است پشهی هم است ازاره هم است پشتون هم است هم اقوام افغانستان از سرباز شروع تا به جنرال مشترکان کار میکن پس از دید شما وزیر امنیت ما پشتون است ببینید وزیر دفاع پشتون است وزیر امنیت پشتون است رئیس شورای امنیت پشتون است همه اینا پشتون هستند رئیس جمهور پشتون است اینجا کجا طالب درست است در بین طالب و در بین تروریست ها هم اقوام مختلف وجود دارند ممکن است یک قوم بیشتر باشد ممکن یک بعضی نقاطی که در ولایاتی که در سرحدات کشور با بعضی کشورهای همسایه که در جنگ دخیل هستند در اونجا باشند یک قوم بیشتر باشند هیچ کس هم چش پوشی کرده نمیتونه ولی در کل جنگ افغانستان جنگ قومی بوده نمیتونه و جنگ قومی نیست اینجا ترور است هستند اینجا قاتلین مردم افغانستان هستن اینجا میان دشمنای این ما اظهار نظرها از دید شما برای چه اهداف صورت میگیره این خو ببینین دشمن در ابعاد مختلف تلاش میکنه که مردم افغانستان بیشتر از در آتش جنگ در ویر و این ما نمیگیم چون خودش یک رهبر است ما به احترام قائل هستیم اما صحبت هایی که میکنن دوستا باید صحبت های مسئولانه باشن. صحبت های دقت باشند دقیق باشن سر تو با صحبت های خود دقت کنن و چیزی را اظهار نکنن که سبب تشویش بر مردم شوه چیزی را اظهار نکنن که سبب سبب دشمن شوه چیزی را اظهار نکنن که سبب مایوسیت منسوبین قهرمان قوای مسلحی ما شوه را به دقت کنن یک روز یک کش مثل آقای کرزی طالب برادر میخونه دیگه روز دیگه می میگه که جنگ قومی است متاسفانه اینا چی فکر میکنن آیا دلشون برای مردم افغانستان میسوزه یعنی یا قال هم در خواب چی فکر می از دید شما احزاب مختلفی که در افغانستان وجود دارن رهبران احزاب و سران احزاب از دید شما باید کدام موارد در نظر بگیرن آیا این چنین اظهار نظرها و مخالفت هایی که وجود دارد در بسیاری از موارد فکر میکنین که وضعیت افغانستان را بحران افغانستان را به کجا خواهد برد ببینین اصلا وقتی که حزب سیاسی میگیم کلمه سیاسی مطرح میشه او در جغرافیای یک کشور میباشد در جغرافیای او کشور اقوام مختلف زندگی میکنن احزاب سیاسی متعلق به مردم افغانستان هستند در افغانستان پشتون ازبک تاجک هزاره پشهید تمام اقوام مختلف برادروار در ادوار تاریخ زندگی کردند و یکی حزب قومی است یکی حزب سمتی است یکی حزب زبانی است مذهبی است او جدا هست. ولی احزاب سیاسی مسئولیتشان این هست که در مطابقت با منافع اولیای کشور صحبت کنند و از منافع کلان کشور منافع اولیای کشور حمایت بکنن در صحبت های خود در مطبوعات که میرن اونا باز باید افغانستان در نظر بگیرن نه برای یک قوم نه برای یک زبان نه برای یک سمت نه برای یک جناح صحبت بکنن پس احزاب سیاسی که این, این کار را میکنه و از یک قوم یا از یک جناح مشخص نمایندگی میکنه و صحبت میکنه از دید شما آیا وجود این چنین احزاب باید ادامه پیدا کنه ببینید وقتی که مربوط به یک قوم میشه از قوم صحبت میکنه دیگه او را ما حزب سیاسی گفته نمیتونیم این مربوط به وزارت عدلیه هست که کسایی که مبارزه قومی و سمتی و زبانی میکنن وزارت عدلیه مکلفیت داره که اجازه برای او احزاب نده و جواز فعالیتشان بگیره این وظیفه وزارت دولی هست و وزیفه دولت عدلیه است و وظیفه دولت است اما وظیفه احزاب سیاسی ما به نمایندگی از خانه احزاب هر نوع صحبتی را که مسئولین احزاب از نام قوم هم زبان میکنن. اون ما تک تطبیق می کنیم و مخالفی از هستیم ما طرفدار از این هستیم که احزاب سیاسی در افغانستان مرهم گذاری کنند دیگر هم زخمای مردم شور نتن دیگر هم مردم تحریک نکنن دیگر هم مسائل قومی و سمتی و زبانی را دامن نزنن بلی از خدا بس از مردم افغانستان تباه شدن مردم افغانستان این حرفایی را که من احترام دارم به جناب حکمت یار ممکن دیدگاه از نبوده باشه ممکن هم صحبتش توردگی تعبیر شده باشه ولی ما بر که مسائل 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 زبانی را مسائل سمتی را دامن میزنن بلاز خدا بس است مردم افغانستان تباه شد چی میخواین اضافه ازی اگر پول گرفتن از استخبارات بیگانه در می چهار ده بس بدشان کفایت میکنه اضافه ازی کار نباید بکنه و پیامت های این چنین صحبت هایی که صورت میگیره این چنین اظهار نظر هایی که صورت میگیره شما فکر میکنین تا چه حد میتونه بر افغانستان خطرناک باشه در اوضاع اکونومی یکی خو واقعا که چنین صحبت ها خطرناک است تحریک میکنه مردم ها. ولی امروز مردم افغانستان هم هم مرد چه چهره ها را میشناسن همه رهبرا را میشناسن همه شخصیت های کشور را میشناسن همه مسئولین دولتی را میشناسن که کی چی میخواد با کی وابسته است از کجا حمایت میشود و هدف از صحبتش چی است البته منظور ما تنها یک مدیار سیب نیسته. همه چیره هایی که در این کشور در همه جریان های سیاسی هستن امروز مردم افغانستان همه اونا رو میشناسند امروز زندگیشان میشناسن امروز بلدنگ دیدن امروز بلند منزله هایشان دیدن امروز سرمایه هایشان در کشورهای بیرونی دیدن همه اینا رو میشناسند که اینا به خاطر چه کار کردن نه به خاطر افغانستان بودن نه به خاطر وطن بودن نه به خاطر مردم بودن پس و... واکنشی که باید مردم افغانستان در برابر این چنین حرفا داشته باشند از دید یقینا ما واکنش دیدیم دوست که صحبت کردن مسئولین وزارت دفاع صحبت کردن و اونا گفتن که در صفوف ما پشتونه هم است تاجک هم است ازبک هم است، هم است. ما جنگ قومی نیست ما در مقابل تروریسم می جنگیم و امروز نه تنها ما میگیم که تروریستا هستن جامعه جهانی میگن ناتو میگه که امروز تروریستا در افغانستان حضور دارن باید تمام این کشورهایی که اینجا هستن اونا شوند و جلوی ازیره بگیرن و دیدگاهی که اخیرا مطرح شده که کشورهای یک جمع شش باید حضور پیدا کنند و سر حل قضیه افغانستان فکر کنند ما کلا از این حرکت حمایت میکنیم که شامل امریکا، روسیه، چین، هند، پاکستان، ایران و این کشورها هستند واقعا که این کشورها اگر دست به دست بتن و تلاش کنند جنگ افغانستان ختم میشه و یگانه راه حل قضیه افغانستان رای حل مشکل افغانستان امی نشست کشورهای شش یک است که اینا میتونن این مشکل حل کنن و اینا هر کدامشان و افغانستان هم در این نقطه قرار داره که اطراف از چین است پاکستان است کشورهای آسیای میانه است و ایران هستند و اینا به نحوی میتونن که در ختم جنگ افغانستان کمک کنن و کشور امریکا و ناتو هم اونا واقعا در مقابل تروریسم اگر به صادقانه میرزن باید کمک این کشورهای دیگر هم با خود داشته باشن حمایت ای کشورهای دیگر هم با خود داشته باشن و اینا را قانی بسازن تا در واقع مبارزه صادقانه در مقابل تروریسم صورت بگیره در حالی که وضعیت افغانستان افغانستان پراشوب خوانده می شود. از جانب دبیر ناتو و همچنان بسیاری از سیاستمداران برای این اعتقاد هستند که در یک وضعیت بحرانی افغانستان قرار داره. پس فکر میکنین در این وضعیت حالا متحد شدن احزاب و رسیدنشان به یک دیدگاه واحد تا چه حد میتونه در این زمینه کمک کننده باشه در مسئله صلح افغانستان یقینا در افغانستان افغانستان یک کشور کوچک است تعداد عذاب بیشتر هست نیاز است برای ائتلاف ها که عذاب با هم ائتلافات داشته باشند مشترکان داشته باشند دیدگاه واحد پیدا کنند تا در مقابل تروریسم حمایت کنند قوای مسلح و چالش هایی که در درون نظام از علیه ازی مبارزه کنند انتقادات سالم داشته باشند و یک اصلاحات کلی هم نیاز است در سطح که یک اصلاحات کلی به و همچنان احزاب سیاسی هم اتحاد و اتفاق داشته باشند نظر واحد داشته باشند منافع اولیای کشور نسبت به منافع قومی و سمتی و گروپی برتر بشمارند و ایرای حل قضیه افغانستان است و البته در ابعاد داخلیش در ابعاد منطقوی کشورهای همسایه و در ابعاد فرا منطقوی کشورهای قدرتمند دنیا دل مثل امریکا و روسیا و چین و هند و پاکستان و ایران و اینا امی کشورهای شش جمعیت که امروز تر هست که سری از او اینا بشینن نشستی داشته باشن صحبت کنن ما از استقبال میکنیم و یگانه رای حل قضیه افغانستان امیس که کشورهای این منطقه بیشتر نقش داشته باشن در حل قضیه افغانستان ناتو و امریکا هم ما سپاسگزاری میکنیم از بعضی کمکایشان ولی اونا نتونستن به تنهایی خود تایشان زه سال در افغانستان آرامش بیارن نه ناتو تانست و نه امریکا تونست پس نیاز است که کشورهای دیگر هم با خود کشورهای منطقه را داشته باشند تا قضیه افغانستان و مشکل افغانستان حل شود مردم افغانستان پی دهه جنگ و و بدبختی را دیدن, دیدن دیگه تحملش ندارند جوانای ما رفتن در آبها غرق شدن امروز هر روز در هر کوچه و بازار ترور است انتحار است کمین است ببینین دکتر ما در ماینه خانه خود ششته و قربانی میشه تا چه وقت مردم افغانستان تحمل کنند در اخیر خیلی کوتاه بگوین که خواست شما از همه احزاب افغانستان چی است در قدم اول اتحاد مردم احزاب سیاسی در یک یک ات... تشکیلی یک اطلاف کلان بزرگ سیاسی در افغانستان در قدم دوم عمدتا پیشنهاد ما است که احزاب سیاسی از دیدگاه قومی از دیدگاه سمتی زبانی تنظیمی براین در یک دیدگاه ملی در یک فکر کلان بزرگ به خاطر آرامش مردم افغانستان تلاش کنند دیگه مردم افغانستان تحمل جنگ و ترور و انتحار و فساد و را ای, ای و دیگه نظر. ممنون از شما محمد عمر ایار مسئول خانه احزاب از حضرتان در